فصل چهارم. بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم، از شما تقاضا می کنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید. همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خوان یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. اما به همه ما فردن فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است. به این جهت کلام خدا می‌فرماید وقتی او به آسمان بالا رفت، اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین رفته بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان‌ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و در شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می‌شود به انسانیت کامل برسیم. در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند. بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید. پس به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفته اید. البته اگر واقعا از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در مسیح یافت می شود آموخته اید، شما باید از آن زندگی که در گذشته داشته اید دست بکشید. با آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد
تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.